هوش مصنوعی انقلابی در صنعت بازاریابی ایجاد کرده است. هر بار که در صفحات آنلاین جستجو می‌کنیم، داده‌هایی از خود به جا می‌گذاریم که این داده‌ها ذخیره و ردیابی می‌شوند و برای آموزش سیستم‌های پیچیده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند که مردم را به محصولاتی که احتمال خرید آن بیشتر است، وصل می‌کنند. این فرایند منجر به فروش بیشتر می‌شود. از آنجا که فناوری هوش مصنوعی در حال تکامل است، هنوز نمی‌توان گفت چگونه می‌شود یک پروژه بازاریابی هوش مصنوعی را به روشی کاملاً کاربردی پیاده سازی کرد. تعریف هوش مصنوعی مطالعه اصول کلیه عوامل منطقی و مؤلفه های ما برای ساخته شدن آن است. توجه به این نکته ضروری است که این تعریف عمدن از استفاده از هوش انسانی به عنوان مبنای استفاده از هوش مصنوعی جلوگیری می کند. یک هوش مصنوعی بازاریاب کارآمد کمتر به دنبال جستجوی روابط ساده یا توضیحی است و بیشتر نتیجه گیری می کند و با پیش بینی کردن رفتارها اطلاعات مربوط به مصرف کننده ها و شرکت را ذخیره می نماید و در نهایت نتیجه بازاریابی را بهینه سازی و به بهترین شکل ممکن طبقه بندی و بایگانی می کند. شرکت هایی که علاقمند به استفاده از هوش مصنوعی در فرایندهای بازاریابی خودشان هستند، قبل از هر چیز باید یک چارچوب مشخص را دنبال کرده، اهدافشان را با جزئیات مشخص کنند تا در ادامه کار نرخ افزایش فروش آنها بهبود یابد. همچنین داده های مارکتی را جمع آوری و بررسی کنند تا بدانند چه مدل از هوش مصنوعی می تواند به سازمان آنها کمک کند. آنها قبل از این کار باید عواملی که فرایند بازاریابی آنها را به سمت عوامل مثبت سوق می‌دهند شناسایی کرده، از آزمون و خطا نترسند و تئوری‌هایشان را آزمایش و بازاریابی کنند و بعد از آن با استفاده از فناوری هوش مصنوعی یک کمپین کارآمد را استارت بزنند. مدل‌های زیادی از هوش مصنوعی در زمینه مارکتینگ وجود دارد که یکی از مرسوم‌ترین آنها مدلی است که کاربران مصنوعی را ایجاد کرده تا به جای کاربران واقعی وارد برنامه ما شوند و با مطالعه و بررسی رفتار آنها در مواجهه با چالش‌های تصادفی یا از پیش تعیین شده و تبدیل اطلاعات آنها به الگوریتم‌های ساده و قابل فهم برای ما، یک مدل خروجی جامع و کاربردی بازاریابی را به ما تحویل دهد. ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خلاق.